بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما سروران عزیز و گرامی. امیدوارم که من را در جمع خودتون بپذیرید و با هم امروز درباره یک بیماری صحبت کنیم که یک بیماری قلبی که دارای این ویژگی هاست. این ویژگی ها را شنیدیم، بعد برگردیم به قلب خودمون ببینیم که آیا این بیماری در ما هست یا نه، آیا این بیماری در قلب ما آشیانه‌ای برای خودش داره یا اینکه نه. اولین ویژگی این بیماری این است که قبل از اینکه بیماری را معرفی کنیم میگیم که بدترین بیماری است، بدترین بیماری قلبی است که قلب فاسد میکنه، قلب سیاه میکنه. دو، حسنات و کارهای خوب انسان را از بین میبرد. سوم ویژگی این گناه، اثر حسنات هم از قلب انسان و از زندگی انسان برداشته میشه و چه بسا باعث میشود که کارهای خوبی که انجام میدهیم اثری اصلا نگذارد و اگر اثری گذاشته باشد با این بیماری این اثرات هم از بین می رود. چهارمین ویژگی این بیماری اینه که این بیماری خودش باعث به وجود آمدن بیماری های دیگر قلبی می شه، مثل غرور، مثل کبر. زیرا بیماری را تولید می کند. همون گونه که کار خوب باعث به وجود آمدن کارهای خوب دیگری می شود، یک گناهی که انسان مرتکب می شود و در قلبش ریشه می دواند باعث می شود که بیماری های دیگری به وجود بیاد تا جایی که تمام وجودش را در بر می گیره. همانند یک بیماری که بدن انسان به اون مبتلا میشه و این بیماری خود بیماری های دیگری را به وجود می آورد. پنجمین ویژگی این بیماری اینه که خود بیمار خیلی وقت هاست که متوجه نمیشه که مبتلا به این بیماری است. منکر میشه، میگه من اصلا این بیماری در وجودم نیست. و همانند سایر بیماری های قلبی خود را دور از این بیماری میدونه، خود را پاک و مبرا میدونه و هر اندازه که صاحب علم و بیان خوبی باشه این گونه به مخاطب خودش هم تلقین میکنه که من انسان خوب و پاکی هستم. خود را فریب میدهد و دیگران را فریب میدهد، همانند بیماری که شادابی و تندرستی خودشو داره از دست میده اما متوجه نیست. این بیماری در حقیقت همانند یک بیماری جسدی است که یک انسان شاداب و تندرست و قوی هیکل را به یک استخوان تبدیل میکنه. این چه بیماری است که این گونه حسنات از بین میبره؟ همون گونه که بیماری جسدی شادابی و گوشت و پوست انسان را از بین میبرد و اونو تبدیل به یک استخوان میکند. خودتون حدس میزنید که امکان داره این چی بیماری باشد با این ویژگی ها. یک کمی برگردم به خودمون قبل از اینکه اسم بیماری را ببرم، ببینیم که واقعا آیا به این قضیه که گفتیم دقت کردیم؟ به این ویژگی هایی که این بیماری داره دقت کردیم که چقدر خطرناک هست؟ با هم به معرفی این بیماری میپردازیم. این بیماری عجب هست، بیماری خودبینی است که انسان
همیشه فقط خودش میبینه، دیگران را نمیبینه. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه امیر المؤمنین در حدیث این بیماری را، این بیماری قلبی را بسیار دقیق برای ما تعریف میکنند. تعریفی که عبدالله ابن مبارک میکنه اینه، میگه که هر چیزی از اعمال خودت و کارهای خودت خوب و شایسته ببینی و ببینی فقط در نزد خودت هست، در نزد دیگران نیست. همیشه خودت رو میبینی و کارهای خودت را شایسته و خوب میبینی، اما همیشه دیگران را اشتباه میبینی. همیشه انسانی که دچار عجب هست تمام اعمالش براش زیباست. اگه سخنی بگه لذت میبرد از سخن خودش و انتظار داره که مورد تحسین و تشویق قرار بگیره. اگر کاری انجام داد هم به همین صورت. همیشه خودش صاحب فکر، صاحب رأی میدونه و انتظار هم داره که از او به خوبی یاد شود. این چیزیست که قرآن از اون عنوان تزیین عمل یاد فرمودن هم که همیشه عملش در نزد خودش زیباست، اما اعمال دیگران به عنوان کارهای نادرست و ناشایسته می‌بیند. عجب، خودبینی بیماری است، بایست علاج شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم این بیماری را به عنوان بیماری که هلاک کننده است، انسان را هلاک می کند، از اون یاد فرمودن. می فرمایند که بر حذر باشید که مهلکات، بدونید که اون چیزهایی که انسان به هلاکت می کشونه سه چیز است. یکی شح و بخل هست که انسان بخل بر وجودش تسلط پیدا کند و تحت تأثیر بخلش حرکاتش و گفتارش باشه. این یک بیماری. بیماری دوم، پیروی کردن از هوا و هوس خود و هوا را و هوس خود را خدا قرار دادن هست. سومین مهلکه، هلاک کننده که مورد بحث ماست، اعجاب المرء بنفسه، از خودش خوشش میاد، از وجود خودش خوشش میاد، از کاری که انجام میده، از گفتاری که انجام میده خوشش میاد. علما در شرح این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که منظور از اعجاب المرء بنفسه این است که همیشه خود را با دید کمال میبیند. یک، همیشه خودش کامل میبیند. دوم، نعمت خدا را بر خودش فراموش میکند. نعمت خدا بر خودش را فراموش میکند چون همه چیز را از خودش میبینه. سومین چیزی که اگر همراه اون باشد، اگر تحقیر دیگران شود که منجر به بیماری کبر شده. خود را بزرگ دیدن، از خودش خوشش اومدن، صفات کمال به خود دادن و خود را معصوم از هر اشتباهی دونستن و کسی حق نداره در برابر او اعتراضی کند. دو، نعمت خدا را بر خودش فراموش میکنه و اگر همراه اون هم تحقیر دیگران باشه میشه. امیدوارم که تا اینجا که صحبت کردیم تونسته باشیم که بفهمیم آیا واقعا این بیماری در قلب ما هست که همیشه به خودمون با چشم و دید کمال نگاه کنیم و نعمت خدا را بر خودمون فراموش کنیم و یا اینکه دیگران را تحقیر میکنیم. اگر این
بیماری در قلبمون باشه بایستی خیلی زود خود را علاج کنیم. زیرا قبلا گفتیم که بیماری های قلبی عمل انسان رو باطل میکنه، فاسد میکنه. بدترین سبب برای از بین رفتن حسنات است. گناهان ظاهری اگه انسان مرتکب شد امکان داره برش حد شرعی هم اجرا بشه و بدین وسیله پاک شود. اما بیماری قلبی چی؟ اگر این قلب پاک نشود جز آتش اونو پاک نخواهد کرد. پس سعی کنیم که هرچی زودتر این بیماری را علاج کنیم. اما اون چیزهایی که باعث عجب انسان میشه، خودبینی میشود چیه؟ چی چیزی؟ در حالی که اینها نعمتهای خداست در حقیقت، نبایستی باعث عجب انسان شود، خودبینی شود، بلکه این نعمتها باعث انسان را بیشتر به خدا و به تواضع و به احسان به بندگان خدا وادارد. یکی از اسباب در حقیقت نعمتی که خداوند به انسان داده، نعمتهای گوناگونی که خداوند به انسان میده، یکی میبینید که به قدرت بدنی خودش معجب هست و همیشه در برابر آینه میسه، لباسهایی که میپوشه، عرض اندامی که میکنه، خود بدین وسیله خود را و معجب بودن به خودش به دیگران معرفی کنه. خب نعمتهای دیگری داشتن مال، داشتن صحت، داشتن مقام و موقعیت اجتماعی، حتی فرزندانی که داره یک موقعیتی باشند، همه انسان اینها اگر انسان در دایره این نگاه نکند که این نعمت خداست، انسان را به عجب وامی داره و نعمت خدا را بر خودش فراموش میکنه و اونو از خودش میدونه. این یک سببی است از اسباب این که انسان دست به عجب میزند، خودبینی میزند. نوع دوم که خیلی خطرناک هست، معجب شدن و خوشحال شدن نادرست به عمل صالحی که انجام داده. این عمل صالح را توفیقی از خدا نمیدونه، فضل و نعمتی از خدا نمیدونه، فقط به خودش نگاه میکنه و میبینه که این کار را انجام داده و خیال میکنه که دیگران هیچ کدام مثل کار او انجام ندادند. نعمت خدا را بر خودش فراموش میکنه و اونو به فخر و به خودبینی وامی دارد. پس عجب باعث میشه که این عمل صالح انسان از بین برود. خودبینی عمل صالح انسان همونطور که در ابتدا گفتیم از بین میبرد و این عمل صالح انسان را داره به طغیان میکشد. عمل صالح باعث انسان را به تواضع، به فروتنی در برابر خداوند، در برابر بندگان خدا وادار کند، نه اینکه بخواهد خود را بزرگ ببیند، خود را ببیند، خوشحال بشه، به خود صفات کمال بدهد و نعمت خدا را بر خودش فراموش کنه. همچنین از انواع یا اسباب عجب میبینید که هر کسی، هر گروهی خود را برتر میبیند و دیگران را بر باطل. این عجبی است که دردی است که در جوامع هست. به جای اینکه این افراد به علاج قلب خود بپردازند، به تزکیه نفس خود بپردازند، میبینیم که میفتند به جون افراد امت، علمای امت در مورد اونها صحبت میکنند. هر بیماری یک علاجی داره. چگونه ما میتونیم این بیماری را علاج کنیم؟ اول اینه که انسان در مورد خودش فکر کنه که من چی هستم، چی بودم. نگاه کنیم به انسانی که تولد میشه،
در اون لحظات چقدر ضعیف و ناتوان هست. احتیاج داره به این که کسی سرپرستی اون به عهده بگیره. هیچ دفاعی از خودش نمیتونه بکنه. این مراحل زندگی خودش رو نگاه کنه و بعد اون مرحله پیری که انسان میرسد بار دیگه اون مراحل رو در نظر بگیره. زمانی که انسان بیمار میشود، این بیماری بایست انسان از اون استفاده کند. در هنگام بیماری همه اینو تجربه کردیم که چقدر انسان قلبش رقیق میشه و چقدر احساس میکنه که واقعا ضعیف است. پس میدونه انسان با تفکر کردن در این امور بیاد قلب خودش رو علاج کنه، این بیماری رو از بین ببره. دومین وسیله برای علاج این بیماری همیشه نعمت خود خدا را بر خودش بیاد داشته باشه. همیشه اینو میگه که وذکروا نعمت الله علیکم، همیشه نعمت خدا را بیاد داشته باشه. نعمت صحتش، تندرستیش، نعمت مالی که داره، فرزند داره، زن داره، امنیت و آرامشی که هست. وقتی که بیدار میشه، خب این نعمتیست که خدا بهش داده. همه این نعمت ها رو بیاد داشته باشه. ببینه که بعضی ها این نعمت رو ندارن، بعضی ممکن داره بهتر از او داشته باشه. نعمت های خدا را بیاد داشته باشد و شکر این نعمت ها را بکند. بیاد داشته باشد که وما بکن من نعمت فمن الله، هر نعمتی دارید شما از خداست. بعد سومین راه برای علاج این بیماریمون میتونیم هر کاری که انجام دادیم اونو توفیقی از خدا بدونیم، نه اینکه به نفس خودمون نسبت بدیم. اگه نماز خوندیم توفیقی از خدا بدونیم و این نماز خوندن باعث نشود که دیگران را تحقیر کنیم. اگر صدقه دادیم این صدقه دادن را توفیقی از خدا بدونیم، نشود که دیگران را استهزا کنیم، تحقیر کنیم که فلانی که خیر نمی کنه، فلانی که فلان نمی کنه. هر نعمتی، هر کاری که انجام میدیم و هر نعمتی که داریم اونو فضل و توفیق خدا بدونیم. چهارم، ما چقدر در زندگیمون اشتباه میکنیم. در این اشتباهاتی که میکنیم یه تفکری کنیم. جلو عجب انسان و خودبینیشو میگیره، به خودش دیگه صفت کمال نمیده، میدونه که اشتباه میکنه، گناهانی که مرتکب میشه. چهارمی هم سعی کنه که به دیگران احترام بذاره، تشکر کنه، تقدیر کند از دیگران در برابر کارهایی که انجام میدن. معمولاً انسانی که معجب به خودش است هیچ وقت دیگرانو تشکر ازشون نمی کنه، تقدیری به اونها نداره، احترام به اونها نداره، زیرا اونها رو خیلی کمتر از اون میبینه که بهشون احترام بذاره. وقتی در خونه هستیم، آیا شده که تا حالا وقتی که همسرمون به ما خوبی کرد ازش تشکر کنیم؟ وقتی غذا خوردیم تشکر ازش کنیم؟ یا فرزندمون اگه کاری برای ما کرد ازش تشکر کنیم؟ واقعا به خودمون این جرأت رو دادیم، این صفت رو به وجود آوردیم که از دیگران تشکر کنیم؟ و اگر اشتباهی کردیم اعتراف کنیم به اشتباهیمون؟ اینها باعث میشه که انسان خودبینیشو از دست بدهد. انشالله که در برنامه بعد با بیماری دیگری که بتونیم از شر این بیماری ها نجات پیدا کنیم، به سعادت دنیا و آخرت برسیم، بار دیگه دور هم جمع بشیم. تا برنامه بعد، و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحابته اجمعین، و الحمد لله رب العالمین.